برخی محققان میگویند تریاک در دوره صفویه به ایران آمد. در آن دوره ایرانیان تریاک را می‌خوردند و بعد از فتح مصر به دست نادرشاه روش دود کردن تریاک را از هندیان آموختند. اما کشف بخشی از یک وافور در محوطه باستانی چلو در حوالی شهر جاجر در شمال خراسان همه باورها را تغییر داد. این ظرف کشف شده را بر سر لوله چوبی می گذاشتند تا دود تریاک پخته شده را به ریه بفرستد که امروزه به آن حقه می گویند. قدیمی ترین اسناد مکتوب درباره تریاک در ایران یکی مربوط به شاهنامه فردوسی 1000 سال پیش است و زکریای رازی و ابن سینا هم این ماده را به عنوان دارو تجویز می کردند. در اکتشافات باستانشناسی لوله‌های استخوانی در معبد گنور تپه ترکمنستان امروز که داخل آنها دوده‌هایی از ماده مخدر و احتمالاً حشیش یافت شده با قدمت 4000 ساله. جدا از این اکتشافاتی از سوریه، قبرس و حتی مصر که تصاویری با طرح گل خشخاش بر دیوارهای ابنیه کشیده شده بودند هم کشف شده. اما در ایران تا قبل از کشف این حقه در گورستان چلو هیچ نشانی از مصرف مواد افیونی در دوران باستان یافت نشده بود. روی بدنه این حقه تصویر یک گل خشخاش در وسط و دو بز کوهی در دو طرف آن و تعدادی پرنده بزرگ در اطراف دیده می شود. طرف دیگر ظرف دو سوراخ برای عبور دود تریاک پخته شده دارد و احتمالاً لوله چوبی هم داشته که به مرور زمان تجزیه شده و از بین رفته است. دلیل مصرف تریاک توسط فردی که استخوان‌هایش در قبر پیدا شده و ظرف حقه کنار جسدش با ظروف دیگر قرار داشته را نمی‌دانیم. اما هرچه که بوده تریاک اعتیادآور است و این فرد نخستین تریاکی یافت شده در ایران است. ممنون از همراهیتون تا انتهای ویدیو. ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کامنت برامون بذارید. اگه سابسکرایب نکردید روی دکمه سابسکرایب بزنید. ممنون. خدا نگهدار.